شما بیننده ادامه برنامه صبح و زندگی از شبکه جهانی آریانا هستین و خدا کنه که لحظات خوب را تا حال تجربه کرده باشین و قرار است که تا لحظات بعد هم مهمان بسیار عزیز و گرامی روی خط اسکایپ با ما وصل شوند. یکی از کسایی که زیادتر وقت عمر خود را در عرصه سینما و در دنیای سینما سپری کردند و بیشتر هم فیلم های مختلف را اینا دایرکت کردند که خوشبخت هستیم اونا را امروز از طریق اسکایپ با خود بله، داریم. بله، مهمان عزیز ما رستم جان خانم خیلی محترم و عزیزی هستن که از ایالات متحده آمریکا از طریق اسکایپ همراه ما وصل میشن، صحبت های می داشته باشن. سونیا ناصری کل، فیلمساز و تهیه کننده افغان که در آمریکا زندگی میکنن و واقعا فیلم های خیلی عالی دارن که حتی فیلم هایشان با اسکار رسیده. در سال 2010 فیلم به نام لاله سیاه جایزه اسکار از آن خود کرده که ما با وجود چنین خانمایی در دیگر ممالک هم افتخار میکنیم که واقعا یک افغان تانسته در این راستا برسه و فیلم های خیلی مقبولی را در این راستا داشتن. خب رستم جان، قبل از اینکه به طرف مهمان بریم، بریم چند صحنه از فیلم های جالب و تریلر های جالب از فیلم هایشان ما با هم تماشا کنیم، بعد میریم و همراه مهمان عزیزم صحبت های می داشته باشیم. My name is Sonia Nasiri Cole. I am the director and producer of the film I Am You. جانم عزیزم، عاشق هستم. عاشق هستم. I Am You is a story of a young Afghan boy who is madly in love with a young Afghan girl, and in the tragic way his family gets taken over by the ISIS and his father gets slaughtered in front of his eyes. And he takes his father's journey to leave through 5 countries to arrive in Germany. The fact that he was going to die and his family was in serious danger, he takes that massive risk. And through the film you see in Iran, in Turkey, in Greece, in Germany, what happens to this kid and an old wise man and a young pregnant Afghan doctor. There is a massive confusion in the world when people completely do not understand migration and refugees. They think it's all the same. Millions of people are wanting to come to America. It's extremely different. Refugees leave their countries because they have no choice. For sure, they are going to die, but they take a chance that they may survive. Number one, I'm a refugee myself. I haven't told anybody what really happened to me when I came to America at age 15. I realized that I could be an addition to our society, United States. I don't have to take anything. They gave me freedom from death, and I am adding to this country. واقعا بانو ناصری کل افتخار ما هستن، ای که فیلم های خیلی مقبولی را اونا داشتن و واقعا زحمت کشتن و هر فیلمش بیانگر یک حقیقت در کشور و در جامعه بود که او خودش بیان کرده بود در فیلم هایش. حالا میریم به طرف مهمان عزیز ما، بانو سونیا ناصری کل از ایالات متحده آمریکا، تهیه کننده و کارگردان عزیزی که از طریق اسکایپ همراه ما وصل شدن. سلام به شما برسه، وقت شما بخیر، خوش آمدین و صبح زندگی. تشکر، سلام به شما میگم و تمام هموطنان خدا سلام میگم. مرا ببخشین، فارسیم فوق‌العاده نیست. 35 سال از افغانستان نامدیم، زندگی نکردیم، اما هر وقتی که به افغانستان میایم و ظرف یک هفته بسیار خوب فارسی گپ میزنم. حال یک ذره پرکتس ضعیف‌تر شده. سلامت باشین، تشکر. تشکر از اینکه شما دعوت ما رو پذیرفتین، همراه ما هستیم. ما تریلر فیلمایتون رو دیدیم، واقعا چقدر عالی، چقدر زیبا، هر چقدر که تعریف کنیم بازم کم است. بانو ناصری، ببین از شروع کارتان در عرصه سینما کمی بر ما بگوین که حداقل از گپای شما ما هم تجربه بگیریم، ما هم کمی وارد عرصه سینما شیم و چیزهایی که در سینما هست ما هم بیشتر معلومات به دست بیاریم. مهربانی از شما میشنویم. یعنی میخواین که ما چطور به فیلم؟ بله بله، به سینما رفتین چگونه؟ بله، در سینما همیشه میخواستم که در سینما دایرکتر فیلم باشم. از یادم میایم ری بابایم در سینمای آریانا رفته بودم، یک 12 ساله بودم، یک فیلم جان وین در سینمای کابل بود،
یک کاوبای فیلم آمریکایی. وقتی که فیلم خلاص شد بابیم از ما پرسان که گفت که خوی این فیلم چی فکر که در باریز این فیلم؟ من گفتم بابا جان امی اسب که در این طرف می آوردن دروازه که واز می شد فوراً به سرش بالا می شد که تفنگ در سرش نمی خورد. بابیم سید چی میگی تو؟ من همون وقت هم دایرکت می کردم در مغز خود که باید اسب این طرف می آمد نفر اون طرف می آمد. یعنی بسیار شق به فیلم داشتم. اما آمدم در امریکا باید یک رفیوجی، زندگیم بسیار اینجا تغییر کرد. برای از اینکه من دیدم که چی حالت بود در افغانستان وقتی که روسا آمدن و دیدم که رفیوجی های ما در پاکستان چی حال می دیدن. ما کوشش کردم که زندگی خود فراموش کنم که بس 16-17 سالگی من به مکتوب به پرزیدنت ریگن نوشته کردم که ما باید افغانستان کمک کنیم و روسیه را بکشیم. بسیار خوب، واقعا صحبت‌های خوبی داشتن و طوری که خودشان گفتن از اون دوران طفولیت وقتی که فیلم می‌دیدن هیجانی می‌شدن و می‌گفتن اگر این شاد به این قسم صورت می‌گرفت خیلی مقبول‌تر می‌شد. واقعا هر کسی شاید همین موضوع را در درون خودش پیدا کرده باشه و حالا شاید به همون نتیجه رسیده باشه که در دوران طفولیت چیزی که می‌گفته حالا به همون جه رسیده و همون مفکوره‌هایش حالا به حقیقت مبدل شده. ادامه صحبت‌هایشون هم داشته باشیم. مهربانی بانو ناصری، می‌بخشین چند لحظه تماس شما قطع شد. ببخشید. آمدم به امریکا در برای پریزیدنت امریکا در وقت ریگن بود یک مکتوب نوشته کردم به یک دستین 17 سالگی. پریزیدنت مرا دعوت کرد در وایت هاوس رفتم امرش گپ زدم که ما باید افغانستان کمک کنیم روسا را از افغانستان بکشیم. او مرا گفت که در پاکستان برو یک چند تاشتکار را بیار در سنت امریکا در پارلمنت امریکا و شاهد بیار که ما امضا کنیم که استینگر مثلا بر افغانستان اپروف کنیم. من می کار کردم و دیگه مشروف شدم به ای که می خواستم پیسه جمع کنم از نگاه دولت امریکا که روان کنن بر افغانستان. تقریبا 15 سال زندگیم دونمو تیر شد. مصروف رفیوجی بودم و افغانستان بودم. یک روز آمدم به خاطر زمی یک فاندیشن که دارم افغانستان ورلد فاندیشن امرای دکتر کسنجر و پرزیدنت ریگن و پرزیدنت بوش واز کردم این فاندیشن خود. آمدم که مکتبا رو واز میکردیم در کابل یک شفاخانه الیابات امرای فرانسوی مدیسن سان فرانتیر واز میکردم که یک بچه که خورده دیدم در سر سرک کتاب مجله و اخبار میفروخت. من این بچگک بسیار خوشم آمد، من حیران ماندم که چطور ما بین موترا و اینا این مجله میفروشم. گفتم میخوایم که زندگی زیر خبر شم. قصه رو کوتاه میکنم، این بچه رو پیدا کردم. یک روز در زندگیش من فیلم گیری کردم که چی میکنه، صبح چند بجه میخیزه و کجا میره و چطور زندگی خود پیش میبره. این بچگک 7 نفر فامیل خود نان میداد. سنشم 9 ساله، نامشم فاروق. اونمور فیلم که آوردم در امریکا بسیار جایزای بسیار بزرگ برد، داکیمنتری بود. بعد از اونو من پس فهمیدم که هر چقدر که درباره افغانستان من گپ بزنم که مملکت ما ایتر است و گناه شماست که جنگا رو شروع کردین اینا، فایده نمی کنم. بله. فیلم بسیار تاثیر داره. بس برازی که در جای توریک میری یک چیز میبینی که به قلبت تاثیر میکنه. از او خاطر لالی سیا رو نشته کردم، 6 سال وقت گرفت او رو نشته کردم. پس آمدم در افغانستان، بر 4.5 ماه در افغانستان بودم، لالی سیا رو پر کردم و لالی سیا تقریبا 18 تا جایزه فستیوال ها رو برد و داستگار بسیار عالی. بسیار علی بانو ناصری، انشالله همچنان در کارهایتان موفق باشید و واقعا فیلمهایتان ما هم بسیار کوتاه هر فیلمتان را دیدیم و خود فیلم مهاجرینه که شما به نمایش گذاشته بودین که در چه وضعیتی به سر میبرن، چگونه به جای میرسن، چقدر مشکلات متقابل میشن. واقعا خودش یک پیام خیلی بزرگی داره که در ما در فیلمهایتان شاهد هم بودیم. بیاین کمی از سینمای افغانستان بر ما معلومات بدین بانو ناصری. وقتی که میایین به افغانستان وضعیت سینما را در افغانستان میبینین، تفاوتایش در چی است؟ چقدر بی توجهی صورت گرفته در سینما در افغانستان؟ من در کابل یک خواننده بسیار مشهور امریکا را برای خود آوردم به نام نتالی کول. ما سینمای
آریانا رفتیم. فیلم باز کردیم، تقریبا 700 نفر آمده بود لیسیا را. بار اولی که فیلم باز کردم. یعنی راست برات بگم، امیال که دبارش کرد میزنن احساساتی میشن، برازی که این همون سینما بود، امی چوکی های سرخ مقبول ها. ای قبر خاک بود که تا کششتیم و که پا کردیم و ای قالین سرخ انداختیم. کلگی هم رای تفنگای خود آمده بودن، سیکیوریتی بود، تفنگای رو دامابین یک دو گربش کن انداختن، یک چیزی عجیب و غریب بود. اما من اینقدر مملکت خود دوست دارم، با خدا برتان قسم میخورم، من امریکا زندگی میکنم، من فکر میکنم اگه در افغانستان میبودم مال مرده کشته شده بودم صد فیصد. اما اقه کار که من بر افغانستان از امریکا میکنم قطعا در افغانستان کرده نمیتونستم، برای زی که میخوایم نام مملکت خود بلند ببرم و افغانستان به دنیا نشان بدم که ما یک افغانستیم، هزاره و پشتون و تاج همگی ما افغان هستیم و ما باید امریکا که دیگه یک جای باشیم. ما فیلمای ما افغانیت نشان میده که چقدر مهم است که مردم دنیا ما را به اون رقمی که بودیم ببینن. ایتون نگوین که تمام زنایتان دیوانه هستن و مردایتان تفنگا دستایشان هست، مردم هم میکشن. ما چی مردای کلاسیک داریم، چی زنای فامیده داریم در تمام دنیا که برین کمی افغان میبینین که دکتر هستن، پروفیسر هستن، زنا چیز ایژوکیشن فاقلاده دارن. چرا؟ برازی که بسیار مردم فامیده هستیم و بسیار مردم کار زیاد میکنیم و بسیار هوشیار هستیم و بسیار احساسات داریم. اینی چیزا رو میخوایم که دنیا ببینه درباره افغانستان. بسیار خوب بانو ناصری. یک موضوع دیگه افغان فیلم چقدر همراه شما همکاری دارن در فیلم هایتان؟ آیا کمکی دارن، حمایتی دارن، آیا نظری حتی در ارتباط به فیلم های شما می داشته باشن؟ افغان فیلم بهتر از چیز نگویم، برای زی که آدم مگر که گپ خوب نداشت گپ بد باید نزن، اما برتانی هم چیز میگم به اندازه دلم خراب است به خاطر ازی که پارسال آسکار نه فیلم خلاص شده بود، ما آمدم در افغانستان فیلم باز کردیم برای آسکار، فیلم رفیوجی آی ام یو که تریلرش دیدین بیشتر. این فیلم روان نکدن به آسکار به خاطر از این که یک فیلمی که یک خانمی که به رئیس افغان فیلم است نمیشناسم شانه او فیلم خود روان کدن و ای به حیث قانون آسکار بالکل غلط است، برای ازی که کسی که رئیس فیلم می باشه اجازه نداره که فیلم خود برای آسکار روان کنه. ای باید به فیلم ها باید انتخاب شد به یک کمیته که بالکل ایندیپندنت است، آزاد است و اونا باید فیلمگارا باشن، دایرکتورا باشن، پرودوسرها باشن، نویسنده ها باشن، اکتورا باشن. این رقم آسکار کمیته میخواهد و امسال امیت یک کمیته بر افغانستان ساخته شد به افغانستان که تمامش فیلمیکر هستن و آدم های بسیار فامیدک در فیلم ها میفهمن، جایزه خودشان بردن. اونا را فیلم آی ام یو را برای آسکار روان کردن. اما بازم افغان فیلم امو فیلم قدیمی پارسال که آسکار دیسکوالیفاید کرد به خاطر که بی قانونی بود پس روان کرد به افغانستان و افغانستان ایش فیلمش قبول نکرد. امسال که فیلم من روان کردن باز افغان فیلم امو فیلمی که خانم رئیس افغان فیلم بله اونا باز روان کردن. من یک مکتوب از آسکار بر من رسید که ما نمیفهمیم که همراهی مملکت شما چی بکنیم، برای ازی که میخواییم فیلمتون رو قبول کنیم اما یک کمیته دیگه که کمیته در افغانستان است باز یک فیلم روان کردن. شما بر ما بگوین با آسکار از ما پرسان بر ما بگوین کدام کمیته است ما چی رو دو تا کمیته رو قبول نکنیم شما او رو
ما بین خود پیدا کنیم کدام کمیته است. ما کوشش کردیم اما هیچ نمیشه. نتیجه ندادن. من بسیار جگرخون به این نیستم، بخاطر فیلم من نیستم. این فیلم آی ام یو امیال 12 جایزه برده به فستیوال و هر روز برده میره جایزه. پیش من فیلمم فوق‌العاده است و دنیا خوشش کرده. من جگرخون به این هستم، میفهمین که مملکت ما باز بر سال دوم دیسکوالیفای میشه از اسکار. اینی قلب ما بسیار حساب ما خراب کرده. برازی که دو دفعه دیسکوالیفایش، دفعه سوم افغانستان میگن که یک مملکت است که کرپشن بسیار زیاد است، ما دیگه باسکر ایش قبولش نمیکنیم. چرا تمام مملکت ما زجر بکشه و چرا یک فیلمی که راستی موزیک فوق‌العاده، اکتینگ فوق‌العاده، پرودکشنش فوق‌العاده، سینماتوگرافیش فوق‌العاده، برازی که ما خارجی ها را آوردم، ترکیه را آوردم، امریکایی ها را آوردم که فیلم آوردم که اسکار قبول نمیکنه فیلمی که نشنون سعی روشن نباشه که ببینن، ایش قبول نمیکنن. این فیلم یک چانس کلان داریم که فیلم راستی جایزه اسکار ببره و ما وقتی که در افغانستان چی حال است به کشتن زنها و مردای ما چی حال دارن، من میخوایم به نگاه فیلم برای یک خوشی بتم یک اسکار برشان بیارم. اما امرم به هیچ کسافتی که داده اولتیست من نهی کنم انشالله مشکلات حل میشه. با شما نمیشه. شما خودتان ناراحت نسازین، انشالله مشکلات حل میشه و انشالله که مسئولین در این راستا توجه بیشتر داشته باشن و واقعا کسی که زحمت میکشه در عرصه چرا زحماتش تمامش هیچ شود. انشالله که افغان فیلم همراه شما همکاری بیشتر داشته باشن و همچنان بتونن مثل همیشه فیلمایتون همیشه موفق بوده از این بعدم جایزه اسکار از آن خود کنن. تشکر از حضورتان بانو ناصری، تشکر از اینکه صحبت خوبی داشتین. خدا نگهدارتان. بر شما بسیار تشکر از وقتتون. سلامت باشین. خدا نگهدار. سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر میخواین برنامه قبلی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید. اگر میخواین برنامه بعدی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید. و اگر میخواین به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید پس اینجا را کلیک نمایید.